خب در انتخابات اتحادیه اروپا که هفته پیش برگزار شد، نتایجش با همچی که میدونیم حزب راست میانه بیشترین آرا را برد، ولی بعد از اون حزب راست افراطی، آلترناتیو برای آلمان، آلترناتیو فور دوتشلند بیشترین دومین رای را برد با نزدیک 10%، و بعد از اون احزاب سوسیال دموکرات و سبز رتبه‌های سوم و چهارم خوش اختصاص داد. این نتیجه در آلمان یک شوکی بود، نه به بزرگی شوکی در فرانسه یا بعضی کشورهای دیگه وارد شد، ولی بازم شوک بزرگی بود، چون برای اولین بار در یک انتخابات سراسری، حالا گرچه که انتخابات سراسری پارلمان آلمان نبود، ولی بالاخره یک انتخابات در کل آلمان برگزار میشد، حزب AfD، حزب آلترناتیو برای آلمان به رتبه دوم رسید. و این با آلمان با تاریخی که خوب میشناسیم، با تاریخ فاشیست و نازی و بلاهایی که سر اروپا آورده، مثلا کشور خودشون آوردن، و برای همین خب در آلمان بحث‌های زیادی هست که چه باید کرد و چه میتوان کرد. اگه بخوام راجع به دلایل این که این حزب انقدر قدرت گرفت حرف بزنم، خب این حزب چندین سال در انتخابات مختلف رأیش داره بیشتر و بیشتر میشه، از 5% به 11-12% رسیده. در بعضی ایالت‌های شرق آلمان مثلا در همین انتخابات خودشون نشون داده، این حزب حتی در رتبه اول، در مقام اوله، در بعضی ایالت‌های شرق آلمان تا 30%، 25% رأی آورده. خب هر اتفاق سیاسی مثل این اتفاق دلیل بسیاری داره، فقط یک دلیل نداره. مثلا میخوام چند تاش اشاره کنم. یک دلیلش به نظر من دلیل اصلیش مسائل اجتماعی اقتصادی در آلمان. آلمان بعد از ماجرای کرونا و با شروع جنگ حمله روسی به اوکراین و بحران انرژی که آلمان باش مواجه بود و تورمی که بی سابقه بود در تاریخ آلمان پس از جنگ جهانی دوم، در واقع با یک مشکلات اقتصادی بزرگ روبرو شده. تورم زیاده، حقوق‌ها در واقع پایین رفته، حقوق‌های واقعی، یعنی اگه تورم ازشون برداریم، و امید بسیاری از مردم و طبقه مخصوص طبقات پایین‌تر به آینده بسیار کمتر شده، و دولت هایی که سر کار بودن در این سال گذشته و مخصوصا احزاب چپ و حالا چپ میانه موفق نشدن سیاست هایی رو ارائه بدن که مقابله کنن با این وضعیت. مشکل مسکن وجود در شهر بزرگ آلمان، همه مسائلی که در واقع مسائل اقتصادی هستن که معمولا احزاب چپتر جواب هایی به اینها دارن با شعارهای و سیاست های عدالت اجتماعی و دولت رفاه، ولی اتفاق نیفتاده. خب در آلمان یک ائتلافی از دولت سوسیال دموکرات، سبز و لیبرال سر کار هست که این حزب لیبرال علاوه بر اقتصادی بسیار راسته، در مواردی حتی راستر از حزب دموکرات مسیحی که سر کار بود 16 سال. و این دولت مخصوصا به دلیل سیاست‌های که این حزب لیبرال داره، که در واقع حزب نیو لیبرال هست، سیاست‌های اجتماعی اجرا نمی‌کنه، مخالفت می‌کنه با افزودن مالیات برای اقشار پردرآمد، مخالفت میکنه با در واقع سرمایه گذاری دولت در رفاه اجتماعی، در ساختار جامعه، به این دلیل که اون حزب راست لیبرال میگه که ما باید در واقع قرض دولت رو کمتر بکنیم، کسری بودجه رو کمتر بکنیم، با وجود که حتی کارفرماها و سران اقتصاد آلمان هم میگن که شما باید در این وضعیت رکود اقتصادی سرمایه گذاری بکنیم. این حزب خیلی ایدئولوژیکوار داره پافشاری میکنه که این اتفاقا نیفته. و خب حزب سوسیال دموکرات و سبز هم یا حالا زورشون نمیرسه یا نمیخوان، یک میکسی از این دو. به هر حال اینها باعث شده که ما در زمینه اجتماعی اقتصادی به این مشکلات بر بخوریم. و خب به نظر من هر موقع که نیروهای چپ در جامعه نمیتونن مسائل اجتماعی به مشکلات جامعه پاسخ بدن، احزاب راست راست افراطی اینجا موفق تر میشن، بخاطر اونها سوال‌های پاسخی دارن به مسائل پیچیده. احزاب راست افراطی میگن که خب مشکل مثلا اگه دارین به دلیل خارجی‌هاست، به دلیل پناهجوهاست که اومدن، اگه پناهجوها رو بیرون کنیم، خارجی‌ها رو بیرون کنیم، مشکلاتمون حل میشه، اگه از اتحادیه اروپا بیرون بریم مشکلاتمون حل میشه، اگه با روسیه صلح بکنیم و گاز روسیه رو دوباره بخوایم وارد بکنیم مشکلاتمون حل میشه و الی آخر. این یه مسئله هست. موازی با اون حزب سبز هم در این انتخابات شکست بزرگی خورده، بزرگترین شکست رو حزب سبز خورده، نزدیک 8% از آرا شاید دست داده در مقایسه با انتخابات قبلی در اروپا. و دلیل اون هم از این هست که این حزب سبز هم با شعار در واقع دفاع از محیط زیست و جلوگیری از فاجعه محیط زیستی وارد دولت شد، ولی اون هم نتونست بسیار از سیاست خودش اجرا کنه، با مخالفت این حزب راست، حزب لیبرال روبرو شد و
حالا یا با التزاماتی که میگن در سیاست وجود داره، به هر حال نتونسته برداشت عمل کنه. بخش بزرگی از جوانان جامعه که امید بسته بودن به این حزب سبز که بیاد، این حزب سبز در انتخابات گفت ما آخرین دولتی هستیم که میتونیم فاجعه محیط‌زیستی رو متوقف کنیم، و در واقع به هیچ کدوم از هدف‌های خودش در زمینه محیط‌زیست نرسید و بخش بزرگی از اینها هم سرخورده شد. مسئله خارجی ها اشاره کردم، مسئله مهاجرت اشاره کردم. در سیاست آلمان چند ساله که این مسئله بسیار مهمه، در رتبه 1, 2, 3, 4 قرار میگیره در اولویت مردم در انتخابات، حالا نه همیشه ولی در رتبه بالاتره. همونجوری گفتم احزاب راست و راست افراطی میگن که ما باید مهاجرت رو متوقف بکنیم، پناهجو رو متوقف بکنیم، و جامعه آلمان در این زمینه به شدت به سمت راست چرخیده و احزاب میانه و چپ هم متاسفانه در اینجا به سمت راست چرخیدن. یعنی ما صدر اعظم آلمان آقای شولز از حزب سوسیال دموکرات داریم، در یک مصاحبه با مجله شپیگل در واقع تیتر این مصاحبه بود که ما باید به سیاست‌های کلان دپورتیشن یعنی بازپس فرستادن پناهجویان بپردازیم و این سیاست‌ها رو پیش بگیریم. اینها این گفتمانی هست که تا 20 30 سال پیش فقط احزاب راست افراطی از اون استفاده می‌کردن، ولی الان می‌بینیم که احزاب راست میانه، احزاب چپ میانه، حتی حزب سبز که حالا چپتر هستن و حتی احزاب چپتر هم این سیاست رو دنبال میکنن در گفتمانشون، در کلمه‌ای که استفاده میکنن. و خب اونا این کارو میکنن چون فکر میکنن جامعه سمت راست چرخیده، بخشی از رهندهنده های اونها هم در زمینه مهاجرت به دنبال سیاست های سختگیرانه تری هستن و میخوان با چرخیدن به سمت راست در واقع اون رای دهنده خودشون برگردونن. ولی به نظر من اونها این یک اشتباه بزرگ سیاسی تاریخ همیشه نشون داده که وقتی رای دهنده ها مردم قدرت انتخاب دارن بین حزبی که واقعا نظرش چیزی هست و حزبی که فقط این حرف رو میزنه تا رای مردم رو جلب کنه، همیشه به اوریجینال رای میدن، همیشه اون حزبی رای میدن که از اول این حرف رو زده. یعنی که شما سیاست های خارجی ستیزانه و پناهجو ستیزانه رو پیش بگیریم و گفتمان جامعه به اون سمت بچرخه، در نهایت این شما نیستین که به عنوان حزب مثلا چپ میانه که مصلحتی این حرفا رو میزنید از این چرخش گفتمانی استفاده میکنه، برای شما زیاد نمیشه، بلکه اون حزب راست افراطیه که همیشه این حرفا رو میزده و در واقع به جامعه میگه که ببینید من راست میگفتم که مشکل از ما پناهجویان که همین احزاب راست چپ میانن که با هم مخالف بودن دارن در واقع سیاست منو اجرا میکنن. این دو مسئله به نظر من دو دلیل اصلی هستن که رأی حزب راست افراطی در آلمان زیاد شده. البته خب ما میبینیم که این فقط مختص آلمان نیست، در اروپا هم در کشورهای مختلف احزاب راست و راست افراطی قدرتشون بیشتر شد. در ایتالیا نئوفاشیستا قدرت در دست دارن چند سالیه، در فرانسه خانم لوپن که الان بیشتر رای آورده، حالا معلومه انتخابات پیشروش اتفاق بیفته. در مجارستان و لهستان هم که از قبل احزاب راست افراطی در دولت بودن، حالا چند تا استثنا داره این مسئله، در اسکاندیناوی احزاب راست رایشون یک ذره کمتر شده، در سوئد، در دانمارک، در فنلاند، در فرانسه حزب سوسیالیست شکستش خیلی زیاد نبوده، تونسته در واقع قدرت حفظ کنه. به هر حال 27 کشور هست اروپا، نمیشه راجع به همشون یکسان حرف زد، ولی مشخصه که این چرخش به راست وجود داره. پیامدهاش حالا چی میتونه باشه؟ به نظر من پیچیده است. آلمان مثل فرانسه نیست، من فکر نکنم در آلمان انتخابات زودرس داشته باشیم. ما انتخابات بعدی در آلمان، انتخابات پارلمان بعدی سال دیگه هستن. من فکر نمی‌کنم که دولت بخواد به انتخابات زودرس اعلام انتخابات زودرس بکنه، بلکه ما سال دیگه انتخابات معمولی خواهیم داشت. ولی پاییز امسال 3 تا انتخابات ایالتی برگزار میشه در آلمان که در ایالت‌های شرق آلمان هستن، ایالت‌هایی که در اون حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در واقع اکثریت بیشترین رأی به خودش اختصاص داده و معلوم نیست که در این انتخابات ایالتی چه اتفاقی میفته. این نکته هم اشاره کنم که در انتخابات اروپا معمولا احزاب چپ رأیشون کمتره، دلیل اینه که در انتخابات اروپا ما اون حداقل 5% ندیم. در انتخابات آلمان اینجوری که شما اگه در انتخابات سراسری آلمان اگه کمتر از 5% رأی بیارین حزبتون به پارلمان راه پیدا نمیکنه و این باعث میشه که افراد زیادی به حزبای کوچیکتر رأی ندن، نه ترس اینکه در واقع رأیشون به جای نرسه، چون در واقع به حزبای رأی دادن که پارلمان راه پیدا نکرده. در انتخابات اروپا ما این مسئله رو نداریم، اگه شما یک درصد حتی 1% رأی داشته باشین، فکر کنم 1.5% یک نماینده در پارلمان رو بخواید داشت، و این باعث میشه که ما احزاب بسیاری داشته باشیم که رقابت میکنن، فقط اون 3-4 تا 5 تا معمولی نیستن و به پارلمان اروپا راه پیدا میکنن، و این باعث میشه که در واقع بیشتر در جناح چپ آرا تقسیم بشه، حزبای کوچیکی هستن که در واقع حالا سیاست های چپ تری دارن، بیشتر راجع به محیط زیست هست،
یا اینها، اینها در انتخابات اروپا موفق‌تر تا انتخابات سراسری، چون انتخابات سراسری با رای دهنده های اونها میرن بحث ها بزرگتر برن. بنابراین این نتیجه که حالا انتخابات اروپا داشتیم لزومن اینجوری نیست که عین اون در انتخابات سراسری سال دیگه هم داشته باشیم. مثلا ما در سال 2019 در آلمان در انتخابات اتحاد اروپا حزب سوسیال‌دموکرات 15% رای برد و در انتخابات سراسری 25%. البته من فکر نمی‌کنم که سالی که انتخابات سراسری حزب سوسیال‌دموکرات دوباره بتونه به قدرت برگرده، الان بوده 14% 15% در هر پرسی‌ها، من فکر کنم که فوقش به 18-19% برسه، ولی بیشتر نه. به هر حال برگردیم به حرف قبلی، در این سه ایالت در شرق آلمان انتظار میره که این حزب راست افراطی رای بسیاری بالایی بیاره، 25% حتی بعضی جا 30%. در همه این ایالت‌ها این حزب یا اول خواهد شد و دوم خواهد شد و تا به حال این گونه بوده که احزاب چپ که به هر حال با اینها ائتلاف نمی‌کنن، ولی حزب راست میانه، حزب دموکرات مسیحی، تا به حال اعلام کرده که در آلمان در پارلمان سراسری با این حزب راست افراطی همکاری نخواهد کرد. حالا و تا حالا اینجوری بود که در ایالت‌ها هم رسما با اینها همکاری نمی‌کردن. حالا در سطح پایین‌تر، در سطح کمون‌های کوچیک‌تر شاید یه همکاری‌هایی بوده در سطح رأی دادن مشترک به مسائلی، ولی همکاری رسمی نبود. الان زمزمه های بلند شده در حزب دموکرات مسیحی که شاید ما مجبور باشیم با حزب راست افراطی همکاری کنیم و این هم باز هم یک مسئله بسیار حساسیه، مخصوصا با آلمان با تاریخش. همونجوری که میدونیم حزب نازی در دهه 30 قبل از اینکه دیکتاتوری کنه و مجلس رو منحل کنه در آخر انتخابات 33% رأی آورد، ولی با رأی احزاب میانه و لیبرال و راست به قدرت رسید. این احزاب به حزب راست افراطی و فاشیست رأی دادن چون فکر می‌کردن میتونن این گونه مهارش کنن و حالا ما دوباره همون گفتمان رو شاهد همون گفتمان هستیم که احزاب راست میانه و لیبرال دارن میگن حالا این حزب راست افراطی خیلی بد نیست، اگه ما بیاریمش تو قدرت شاید بتونیم مهارش کنیم و این گونه حرفا. بعد دید که در این انتخابات در شرق آلمان چه اتفاقی میفته، چون مسئله بسیار حساس هست که آیا این حزب راست افراطی تابوش خواهد شکست، آیا اولین بار در دولت ایالتی حداقل آلمان سهیم خواهد شد یا نه. در سیاست کلان آلمان باز هم با فرانسه فرق داره. ما الان در فرانسه شاهدیم بودیم که بعد از شوکی که وارد شد مکرون خب اعلام کرد ما انتخابات زودرس خواهیم داشت، احزاب چپ همه با هم متحد شدن در برابر قدرت فاشیست، حزب راست اعلام کرده که با حزب خانم ماری لوپن حاضر به همکاریه، یه سه حزبای گفتن نه، ولی ما به یه اتحاد نیروهای چپ رسیدیم. در آلمان به نظر من چه اتفاق نخواهد افتاد، یکی دلیلش اینه که ما در آلمان حزب سوسیال دموکرات داریم که خب چپ میانه حساب میشه، حزب سبز رو داریم که در بعضی موارد چپه ولی در بعضی موارد به سمت احزاب راست و سیاست راست مسئله اقتصادی گرایش داره، و یک حزب داریم حزب چپ که در واقع حزب سوسیال دموکرات یک ذره چپ‌تره، یا حزب سوسیال دموکرات واقعی اگه بخوام جوری بگیم. اقبال اینها بالا پایین داشته، یک مسئله که اونها دارن و نمیتونن از موفقی باشن، ما در کشور بیشتر کشور اروپای غربی که سیستم پارلمانی دارن معمولا یه حزب سوسیال دموکرات داریم، حالا به اسمای مختلف، بعضی اسمشون سوسیال دموکرات، بعضی اسمشون سوسیالیست، بعضی اسمشون کارگره، ولی حزب سوسیال دموکرات حزب چپ میانه و معمولا یه حزبی هست که از اونها چپ داره، حالا با اسمای مختلف. در آلمان خود مسئله هست، مثل حزب سوسیال دموکرات حزب چپ هست، ولی حزب چپ نمیتونه به اون اقبال روبرو بشه که در بقیه کشور اروپای غربی بوده، به خاطر اینکه اینها یک سابقه دارن، اینا بازمانده حزب SED هستن، حزب حاکم در آلمان شرقی و حزبی که مسئول مستقیم دیکتاتوری آلمان شرقی بوده، مسئول مستقیم دیوار کشیدن، مسئول مستقیم زندانی کردن مخالف ها و و و و این حزب گرچه لحاظ برنامه به حزب سوسیال دموکرات بسیار نزدیکه، ولی به لحاظ سابقه تاریخی که دارن با هم یک دشمنی دارن که همکاری اینها رو بسیار امکانش رو کم میکنه. تا حالا فقط در چند ایالت آلمان اینا با هم دولت مشترک داشتن، دولت موفقی هم بودن نسبت، ولی خب یک مشکلاتی وجود داره و این مسئله باعث شده که اون حزب چپ نتونه پتانسیل رو که بیشتر حزبای چپ‌تر در اروپا غربی دارن رو در واقع داشته باشه، چون این مسئله گذشته دیکتاتوری خودش رو داره که از اون هم تا حالا به اندازه کافی دوری نجسته. ما در یکی دو سال گذشته یک حزب جدید آلمان وجود اومده، سال گذشته که در واقع از همین حزب چپ وجود اومده، حزب خانم زغا وانکنشت که در حزب چپ بوده و الان یک حزبی رو درست کرده که اسم خودش رو هم روشه، اتحاد وانکنشت، و این حزب یک جورایی چپ و راست با همه، علاوه سیاست اقتصادی حرفا چپ میزنه، بعضی جاها رابطش با پوتین خیلی خوبه،
با پناهجوها خیلی مخالفه، با مهاجرت خیلی مخالفه، با اتحادیه اروپا مخالفه. و این حزب هم به خاطر اینکه یک میکسی هست از سیاست چپ و راست، اون هم به نظر من نخواهد تونست اون آرای چپ رو به خودش جلب کنه و این مشکلات باعث میشه که ما در آلمان در واقع در پاسخ به این شوک قدرت گرفتن احزاب راست، نیروهای چپ نتونن به هم نزدیکتر بشن، به اتفاقی در فرانسه شاید بیفته یا احتمالاً داره میفته. اینکه حالا این چه ادامه‌ای خواهد داشت مشخص نیست. بالاخره جامعه آلمان باید ببینه که چیکار میخواد بکنه با قدرت گرفتن راست افراطی. ما ژانویه امسال تظاهرات میلیونی داشتیم بر علیه این حزب راست افراطی، به خاطر اینکه در اومد که این حزب در یک جلسه در پوتسدام دراجبه این فکر کردن که کل خارجی ها رو از آلمان اخراج بکنن، حتی خارجی هایی رو که تبعیت آلمان رو دارن، حتی آلمانی هایی رو که از اینها دفاع میکنن، حرفایی که بسیار به حرفای آلمانی های نازی نزدیک بود. و این باعث شد که ما تظاهرات میلیونی در شهرهای مختلف آلمان داشته باشیم و علیه این حزب راست افراطی. الان در انتخابات اروپا درسته که 10% رای بودن، ولی همه پرسی این حزب به 22-23% هم رسیده بود. بعد دید که جامعه آلمان، مثلا جامعه مدنی آلمان چه واکنشی به این مسئله راست افراطی نشون میده. من حدس میزنم که در انتخابات پیش رو در آلمان در سال آینده حزب راست میانه انتخابات رو ببره، ولی مشخص نیست در چه ائتلافی این حزب میتونه به قدرت برسه. همونجوری میبینید آلمان اکثر موقع اینجوری نیست که یک حزب تنهایی دولت داشته باشه و خب همیشه مجبور به ائتلافه، بعدی با چه حزبی ائتلاف میکنه. و اینو هم بعد دید که آلمان، مردم آلمان به نسبت مثلا کشوری مثل فرانسه یا اسپانیا کنزرواتیو تر هستن. در 75-80 سالی که از داره مادر آلمان غربی انتخابات داشتن، آلمان غربی و آلمان مشترک، حالا فقط در 3 انتخاب حزب راست اکثریت آرا رو خودش اختصاص نداد، فقط در 3 انتخاب از فکر کنم 20 انتخاب. بنابراین این تاریخ هم هست و این مثلا هست که در واقع کشور آلمانی کشور محافظه کار تریه به نسبت. ولی بالاخره مسئله راست افراطی مسئله خیلی خطرناکیه و باید دید که احزاب چپ و جامعه مدنی آلمان، مخصوصا جامعه مدنی آلمان، چه واکنشی نشون میدن، به خاطر اینکه نشانه های بسیاری هست که این راست افراطی قدرتمندتر میشه و به نظر من این در تمام اروپا این مسئله هست، ولی خب راست افراطی آلمان در تاریخی که آلمان داره، اون تاریخ فاشیست و نازی که داره، این مسئله حساس‌تره.